اخیرا بخش فارسی بی بی سی فیلم مستندی پخش کرد ساخته حسین باستانی زیر عنوان کودتای خزنده در سپاه که بر پایه نواری تهیه شده بود از جلسه ای که دی از فرماندهان عملیاتی سپاه در آذر سال 1363 با فرمانده وقت کل سپاه پاسداران داشتند. معترضان در نوار میپرسیدند چرا به واسطه سپردن فرماندهی به افرادی که به قول یکی از معترضان در نوار نمیدانند که گلولی از سر تفنگ خارج می شود یا از ته اون نیروهای ایران در جنگ پیوپی شکست میخوردند و گروه گروه نفراتشان به قول ماترزان درو میشدند در مدتی که از پخش این فیلم میگذرد بسیاری از فرماندهان و سرداران گذشته و حال سپاه و مقامات دولتی و رسانه های وابسته به سپاه نظرهای گاه در تضاد با هم ولی اغلب پرخاشگرانه ابراز کردند آنچه تقریبا در اکثر این نظرها مشترک است این است که اون جلسه را اکبر گنجی که در آن زمان در بخش آموزش سپاه بود به طرف اعتراض های سیاسی جناهی سوق داده آیا اینطور بود؟ نقش اکبر گنجی در این اعتراض ها واقعا در چه حد بود؟ آیا دعوای درون سپاه در حقیقت دعوای چپ و راست حاکمیت دعوای موافقان و مخالفان آیت الله منتظری نبود؟ در جلسه معترضان با نمایندگان مجلس چه گذشت؟ همینطور در جلسه اونها با آیت منتظری و جلسه های مشابهی که در شهرهای دیگر حول این اعتراض ها تشکیل میشد. آیا اونطور که معترضان می گفتند جناه به اصطلاح راست سپاه از همان زمان استراتژی و برنامه برای قبضه قدرت داشت؟ برنامه امروز و آینده اونها چیست؟ اکبر گنجی در این برنامه و برنامه هفته آینده مهمان من است تا به این سالها و سالهای بیشتر پاسخ دهد. اکبر گنجی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید آقای گنجی از نظر اکثریت مسئولان دیروز و امروز سپاه ام، که واکنش نشون دادن به مستند کودتای خزنده و اعتراضهایی که در اون نوار بوده اینا این جلسه جلسه 5063 یک جلسه معمولی بوده که سپاه این رو برگزار میکرده بعد از عملیات و بحث میکردن راجع به قوت و ضعف اون عملیات ها و جلسه 5063 هم یکی از همون جلسه ها بوده ولی به زم آدمایی مثل سردارانی مثل نجات و نقدی و کوسری و دیگران و مطالبی که در نشریات نزدیک به سپاه منتشر شده این شما بودید که این جلسه رو منحرف کردین از مسیر طبیعی خودش و سیاسی و جناهیش کردید والا این ادعا بارها قبلا از سوی خود محسن رضایی مطرح شده محسن رضایی در 26 تیر 89 گفتش که اکبر گنجی سخنگوی داستان سرایی شکست خوردن جنگ بود در دوازده اسفند 1389 گفتش که اکبر گنجی که به بیت آیت الله منتظری واس بود اعتراضهای عملیاتی سپاه تهران رو سیاسی کردش در 29 تیر 1391 گفت که اکبر گنجی با بچه های خوب جپه علیه مدیریت جنگ متحد شد در 31 اردیبهشت 92 گفت گنجی اولین کسی بود که در برابر امام ایستاد و وقتی امام مرا تایید کرد او سپاه را ترک کرد اما اون اعتراض های منطقه ده یا سپاه تهران یک حرکت و اعتراضی کاملا سیاسی بود چرا؟ اول درخواست برکناری کناری فرمانده کل سپاه و وزیر سپاه از سوی معترضان که تو نامه نوت صفحه ای هم اومده بود یک مطالبه سیاسی بودش نه نظامی دوم پاسخ آیت الله خمینی که در شرایط کنونی نمیتوان محسن رضایی و محسن رفیق دوست رو عوض کرد و دلایلی که برای این آورد تو نامه اگه توجه کنید کاملا سیاسی بود سوم شهید بهمنی در اون جلسه اعتراضی که نوارش منتشر شده یک بار درباره کودتای خزنده سپاه که آیت الله منتظری ترک کرده بود صحبت کرد و اعتراض کرد منصور کوچک محسنی سه بار دو بار در میانه دوم جلسه و یک بار در آخر جلسه درباره همون کودتای خزنده سپاه سخن گفت اعتراض اونا به کودتای خزنده سپاه یک اعتراض سیاسی بود به سراحت میپرسیدن که این کودتا توسط اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حال انجامه چهارم وقتی محسن رضایی به توضیح و توجیه اون مسائل پرداخت معترضان اگر یادتون باشه تو نوار همه فریاد میزدن چرا فرار میکنی و به پرسش اصلی که درباره کودتای خزنده سپاه هست پاسخ نمیدی این مطالبه حاضران نیز یک علامت سیاز علامت اعتراض سیاسی بود پنجم افشای سخنان علی شمخانی درباره حاج احمد متوسلیان از سوی شهید بهمنی که تو همون جلسه منصور کوچک مستنی هم اونو تایید کرد که وقتی اسیر شده بود علی شمخانی گفته بود یک دندان کرمو بود چندیمش انداختیمش تو خب اینم یک اعتراض انسانی و سیاسی و یکی از مصادیق کودتای خزنده سپاه بود بسیار خوب حالا حالا شما در این نوار صدای خیلی بلند و به وفور صدای شما شنیده میشه در اینجا شما چه نقشی داشتین برای سازماندهی این صحبت ها و این به هر حال مسائلی که مطرح شد اونجا این نبوده که یک نقش ویژه‌ای من داشته باشم یک حرکتی از قبل شروع شده بود و از اعتراض های گسترده ای در سراسر سپاه در همه استان و در جپا بود و این جلسه یک نمادی از اونا بوده و اعتراض این نبودی که فقط و فقط من اعتراض سیاسی بله من تمام صحبتم تو اون جلسه اعتراض سیاسی بود ولی تو همون جلسه شما میبینید که نه آقای بهمنی نه آقای کوچک موسنی بلکه یکی دیگه از حاضرات فریاد میزنه که شمخانی و سید متیاشوی رفتن پیش آقای منتظری گفتن ما نصیحت کنید آقای منتظری بهشون گفته کدوم نصیحت تو خونه من سپاه جاسوس گذاشته و حالا خواستار نصیحت منید یا با اعتراض میکردن که خب تو خونه آقای منتظری اینا سال 62 شنود گذاشته بودن و بچه ها به این هم معترض بودن که آخه این چه کاریه یا اینکه یکی دیگه داد میزنه که ای خائنا آقای چیز تو ستاد مرکزی آقای نجات سردار نجات گفته که این آقای منتظری این حرفایی که میزنه به ایشون ربطی نداره یا تو ستاد مرکزی سردار نجات تو بخش اطلاعات برای آقای منتظری پرونده سازی شروع کردن و سخنانی که بهمنی میگفت کوچک محسنی میگفت علی سردار نجات تو همون جلسه اعتراض سیاسی بود در دیگر جلساتی هم که تشکیل میشد این اعتراضات سیاسی بوده روز قبل از همین حادثه تو پادگان ولی است موقعی که محسن رضایی محسن رفیق دوست اومدن دهقان معرفی کنم و کل لشکر به اینا حمله کرد و اینا سوار و ماشینشون شدن فرار کنن ماشینشون رو بالا پایین میکردن خب این چه اقدامی بودش بسیار خب روشن شد آقای گنجیلی مسئله سر اینه که اه اه شما جلسه هم با نمایندگان مجلس داشتید سر همین مسائل سر اعتراض ها اون جلسه چه کسانی اونجا بودند و در واقع برخورد نماینده های مجلس به شما چطور بود ببینید من یه مقدمه ای لازمه بگم چون اون جلسه بعد از این جلسه سپای بود که این چه تحولاتی کشیده شد به اینجا ببینید همونطور که گفتم اولا ساختار جمهوری اسلامی یک ساختاریه که از اول توش جنگ قدرت بوده این نکته مهمی هستش نکته دوم اینه که در این جنگ قدرت عینا در سپاه هم از همون اول وجود داشتش شما اگه توجه بکنید موقع که تشکیل میشه خب یک گروه دوازده نفره میان برای تاسیس سپاه این گروه دوازده نفره ای که میان برای تاسیس سپاه نماینده های جاهای مختلف بودن و خود اینا اصلا وحدت نظری نداشتن شهید نامجو و شهید کلادوز از افسران دوره شاه بودند که با شهید محمد منتظری بس بودن نماینده گروه سادجا بودن از طرف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سه نفر بودند که محسن رضایی بود و بروجردی بود و فروتن و بعضا الویری شرکت میکرد از طرف دولت موقتم هم رفیق دوست و دانش جعفری و دکتر افروز از طرف زندانیهای سیاسی قبل از انقلاب هم عباس و جواد منصوری و ابو شریف و بعضا محمد زاده خب از طرف شورای انقلابم آقای موسوی اردبیلی و بعضا هاشمی رفسنجانی تو جلسات اینا شرکت میکردش اینا خود این ترکیب ببینید اصلا هیچ وحدت نظری بینشون نبود و در سی و یک فروردین پنج و هشت و رفیق دوست و محسن رضایی به نمایندگی از این جمع میرن با آقای خمینی تو قوم دیدار میکنن و اون مجوز تاسیس سپاه رو میده بیانیه تاسیس عباس دوزدوزانی می در دوم اردیبهشت 58 هشت تو روزنامه اطلاعات منتشر میشه اول جواد منصوری رو موقتا میکنه فرمانده سپاه بعد موقتا عباس دوزدوزانی میشه که بعد همزمان آقای خمینی آقای لاهوتی رو نماینده خودش در سپاه شما خود همین لاهوتی رو در نظر بگیرید که لاهوتی از زندانی های قبل از انقلاب بودش فرزندش دوماد هاشمی رفزنجانی بود و یه تیپ لیبرالی داشت آقای خمینی تو دیداری که با فرماندهان سپاه رفته بودن همین شورا نزدش اونجا میگه آقای لاهوتی نور چشم منه همین نور چشم دعواهای شدیدی کرد نزاهای شدیدی داشت و بعدش شما میدونید تو بعد از جریان های خورداد شهست بازداشتش کردن و بردن زندان اوین نه تنها پسرشو کشتن بلکه خودش هم رو تحویل دادن یعنی شما ببینید یا بعد از اینکه عباس دوزدوزانی رو بنی که میشه فرمانده کل قوا ور میداره مرتزا رضایی رو در تیر ماه 1359 بنی به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب میکنه که آقای خمینی هم تایید میکنه و تا سال شهریور 60 مرتزا رضایی بود و این مرتز رضایی اینا تو سپا م... ج... اب... که تو سپای تهران اه... یعنی موقع ابو شریف اون موقع قبل از مرتز رضایی فرمانده کل سپا بود بعد مرتزه جبروتی فرمانده سپاه تهران بود مرتز رضایی معاون اون بود و اینا مشهور بودن به بنی صدریا و خصوصا موقع که بنی صدر مرتز رضایی رو کردش فرمانده کل سپا اینا دیگه محسن رضایی و بقیه جپه داشتن در مقابل اینا که به اینا میگفتن بنی صدری ها ببین آقای گنجی فکر میکنم بهتره که به همین سوال من که به حال سر مسئله ملاقاتتون با مجلس و نمایندگان مجلس چی گذشت و کیا بودن فقط من اشاره بگیم. بکنم که این دعوه ها ببینید از موقع موقعی که آیت الله خمینی در شهریوره آقای خمینی در سال 1360 گفتش که هر گونه فعالیت سیاسی نیروهای نظامی این حرامه و کسانی که اعضای نیروهای مسلح هستن خصوصا سپاه رو تاکید میکرد حق هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارن ولی این آقایون داشتن فعالیت سیاسی رو میکنن و این ها به اونجا برمیگرده خب حالا من سوال شما رو جواب میدم به خاطر اینکه از آخر کار در واقع شما میاد ولی پیشینه اینجوری همش میره کنا ببینید در دیداری که بعد از این جریان ها که بالا گرفته بود ما دیدارهایی با آیت الله منتظری داشتیم با آیت الله داشتیم با خیلی کسای دیگه داشتیم بعد از این جریان سپاه تهران عباس دوزدوزانی که خودش دومین فرمانده کل سپاه بود نماینده مجلس بود اون موقع و خیلی از اول این جریان با ما ارتباط وسیق داشت و ما دائم گزارش میدادیم با همه دیدار داشتیم با نماینده داشتیم تا دوزدوزانی گفتش ما یه جلسه با نمایندگان مجلس میذاریم و شما بیایید و مسائل رو ترک کنید که من و آقای کوچک محسنی و شهید رستگار و شهید بهمنی رفتیم تو اون جلسه و دوستان مسائل جپر رو مفصل شهر دادن جپه قرب جپه جنوب و بیش از صد و خوردهی نماینده تو اون جلسه شرکت داشت و منم مسائل سیاسی رو گفتم طبعا چون این جلسه غیرعلنی تر بود دوستان واضح تر صحبت کردن که این وعده هایی که فرماندهی سپاه میده و محسن رضایی اینا میدن که هی هر عملیاتی که میشه میگن عملیات آخره و ما عملیات بعدی پیروز میشیم اینا دروغ پیروزی در کار نیست راجع به کل عملیات هم که تعال شده هر عملیاتی میشه گزارش های دروغ میرن به الله خمینی میدن و آقای خمینی هم نمیدونه میاد همون دروغا رو تکرار میکنه که این تو خاطرات آقای منتظری هم اومده که تو همون عملیات آقای منتظری میگه چهار هزار نفر کشته شدن بعد اینا رفته بودن محسن اینا به دروغ با آقای خمینی گفته بودن تو این عملیات فقط چهار نفر شرکت داشتن و آقای خمینی اومد تو سخنرانی علنیش گفت گفتش تو عملیاتی که چهار هزار تا نفر شرکت داشتن چطور صدام حسین میگه ما 4000 نفر اینا رو کشتیم آقای منتظری میگفت می من به امام نوشتم این خب خیلی برای شما زشته شهن شما رو میاره پایین که دروغ اینا رو شما تکرار میکنید خب تو اون جلسه که ما با نماینده های مجلس داشتیم تمام این نکات طرح شد مفصل و اونا سوالهایی میکردن و سالهایشون هم جواب داده میشد و منم مفصل فعالیت های سیاسی محسن رضایی اینا و تیم جنای راست سازمان در سپا رو برای تسخیر قدرت در کشور و گرفتن همه قدرت در چنگالشون شر دادن به دنبال این این نماینده های مجلس خیلی از اون جلسه راضی بودن و همونطور که تو خاطرات هاشمی اومده به دنبال این یه عباس دوزدانی شروع شد تو از نماینده ها امضا جمع کردن که یک نامه بالای 90 نفر نماینده امضا کرده بودن که درخواستشون داده بودن به خطاب به هاشمی که رئیس مجلس بود و در ضمن هاشمی مسئول جنگم بود دادن به هاشمی که این مخالفین همین بچه های مخالفین معترضین اینها بیان تو جلسه رسمی مجلس منتها به صورت غیر علنی تمام این مسائل شهر بدن که از ات جمله اتفاقاتی که افتادهش و اینم داشت جور میشد و به ما وعده داده بودن که این حتما میشه این تو خاطرات هاشمی هم هستش که هاشمی اینا رو نوشته مونتا بعد از اینی که آقای خامنه‌ای ملاقات ما با آقای خمینی رو لغو کرد که داستان اونا رو بعد مستقل بگیم آقای خمینی دو تا نامه دادش یه نامه دادش که آقای محلتی تو پادگان ولی از قرارت کرد یه نامه هم به هاشمی تو ملاقاتش داد که هاشمی تو جلسه علنی مجلس خوف و تو اون نامه آقای هاشمی که میخوند طرف آقای خمینی این بودش که اینکه شما وارد این فاز شدید و دارید رجوع این مسئله کار میکنید تحقیق میکنید و میگید که معترضین هم باید بیان حرفشون رو بزنن و فرماندهی سپاه بعد باید پاسخگو باشه رجب به جنگ این دخالت در فرماندهی کل قواست که خب فرمانده کل قوا در واقع خود ولی فقی بود دیگه و نماینده ها حق ندارن این کار بکنن و اگه بکنن هم برخورد میکنن و هاشمی هم میگه الحمدلله با نامه امام مسئله حل شد نماینده ساکت شدن و بعدم اینکه اون جلسه هم به تب منتفی شد البته بعد از این اتفاقات دیگه افتاد که خب باید آقای گنجی شما اشاره کردید به اینکه آقای خامنه ای جلسه که قرار بود شما با خود آقای خمینی داشته باشین رو لغو کرد به چه شکل لغو کرد یعنی چه کار کرد ببینید بعد از این که نزاها بالا گرفت و خیلی 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 گسترده شده بود و همه جا صحبت این بود و به مجلس کشیده شده بود به جاهای دیگه کشیده شده بود مسئله کودتای های خزنده گفته میشد دعوای جنای راست و چپ بود و خب تو اوج جنگ بعد از یک عملیات که شکست خورده بود این اتفاق افتاده بود خب گزارش ها به آقای خمینی داده میشد چه از طرف محسن رضایی چه از طرف هاشمی رفسنجانی چه از منابع دیگه که داشتن همه این گزارش ها میرفتش و به دست آقای خمینی می رسید قراری که گذاشته بودن این بودش که در یک صبح یک شنبه ما بریم یعنی پنج نفر ما که همون دوستانی که اس من و آقای کوچک محسنی و شهید رستگار و شهید بهمنی و یکی دیگه از دوستان و از اون محسن رضایی و زلغدر و نجات و شور فرماندهی بیان با آقای خمینی ملاقات داشته باشیم قرار اینو گذاشته بودن یعنی به ما هم اطلاع داده بودن که آمده بشید یکشنبه صبح میرید بیت امام با ایشون دیدار دارید خب تو این فاصله محسن رضایی دیدن که این اصلا به سودشون نیست یک چنین چیزی بشه و چه وضعیت جپه ها به اطلاع آقای خمینی مستقیما رسیده بشه و دروغ هایی که اینا میگن و پیروزی که در کار نیست و چه مسائل فعالیت های سیاسی که میکردن رضا اینا شروع کردن به اقدام کردن از طریق آقای خامنی به هاشمی هم امید نداشتن چون هاشمی موافق این دیدار بودش و حالا براتون توضیح میدم لذا محسن رزایی اینا واسطه آقای خامنی که آقای خامنی رفتش با آقای خمینی دیدار کرد خب اینو ببینید اول رحیم صفوی که بعد از محسن رضایی فرمانده کل سپاه بود تو 13 خرداد 91 در مورد جزئیات این امر میگه که این را هم بگویم یادم هست که در آن زمان بعضی ها میخواستن فرمانده سپاه یعنی آقای رضایی را سرنگون کنند در سپاه تهران و پادگان ولی هست. حتی به مجلس هم رفتن و با آقای حاشمی صحبت کردم با اینکه آقا محسن گاهی در امور سیاسی موازی می گرفت که موافق نظر آقا نبود آقا خدمت آقا اینجا چیز دیگه خامنه ایه آقا خدمت امام رفتن و گفتن در زمان جنگ صلاح نیست فرمانده سپاه را عوض کرد آن هم در دعوایی که بین سپاه و آقا محسن و در فرمانده ای بود ما یک زمانی به آقا محسن رفتیم گیلان غرب که بچه های لشکر سید و شهده در آنجا بودم و بسیار به آقا محسن تویین کردم من شرمنده شدم و خواستم برخورد کنم ولی آقا محسن نگذاشت و با صبر و حوصله تحمل کرد به حال فشار می آوردن که آقا محسن را عوض کنم و آقا که رئیس جمهور بودن پیش امام رفتن و استدلال کردن که در زمان جنگ چنین کاری به مصلحت نیست این روایت اه... که گفتم از این حالا روایت هاشمی رفسنجانی رو براتون میگم هاشمی رفسنجانی در 20 آذر 63 میگه با آقای محسن رضایی در مورد برنامه ملاقات آینده آنها با مخالفانشان در سپا با امام صحبت کردم یعنی چند روز بعد قرار بود ما این دیداره صورت بگیره این 20 آذر 22 آذر هاشمی میگه آقای شیخ حسن سانی از طرف امام پیغام داد که من با مخالفان فرمانده سپاه صحبت کنم بنا بود خود امام با آنها صحبت فرمایند رئیس جمهور یعنی خامنی در این مورد نظر مخالف دادم و امام منصرف شدم گفتم روز شنبه خدمت امام خواهم رسید بعد هاشمی شنبه میره پیش امام 24 آذر 63 خدمت امام رسیدم راجب مخالف, مخالف ملاقات امام در یک جلسه با فرماندهان سپاه و مخالفان آنها و نصیحت مخالفان و ضبط مذاکرات نظر موافق دادم ببین هاشمی میگه من راجبه همه اینا را نظر موافق به امام دادم قبلا هم نظر خود امام همین بوده است یعنی میخواست ملاقات کنه ولی آقای رئیس جمهور مصلحت نمیدانند که مخالفان برای ملاقات با امام دعوت شوند قرار شد در این مورد با رئیس جمهور مذاکره شود یعنی هاشمی هنوز کوتاه نمیاد هنوز پیگیری میکنه که ملاقات ما صورت بگیره 25 آذر 63 هاشمی پیغام شفاهی امام را قبل از شروع جلسه به نمایندگان گفتم که امام از دخالت بعضی نمایندگان در امور سپاه به همراهی با مخالفان فرماندهی ابراز نارضایتی کرده بودند برای خواباندن سر ها خیلی مؤثر افتاد گرچه آنها خیلی دمخ کرد حدود 90 نفر از نمایندگان به من نامه نوشته بودند و خواسته بودم مخالفان نزد نمایندگان اعتراضشون را در مورد فرماندهی سپاه در حضور نمایندگان در جلسه مطرح کنند پنج دی پنج دی شسته هاشمی می با حضور رئیس جمهور و مسئولین سپاه داشتیم برای مشورت در کیفیت برخورد با مخالفان فرمانده سپاه که امام دستور مدارا دادن قرار شد سیاست جذب آنها اعمال شد شما از کی متوجه شدید که یک کودتای خزنده‌ای به زعم آقای منتظری در جریان که شروع کردید به اعتراض‌ها یعنی چقدر زود متوجه قضیه شدی ببینید ما از تهران رفته بودیم قوم در قوم در مرکز تحقیقات اولا که این دعوه ها از اول انقلاب وجود داشت دعوای چپ و راست و نزاع چپ و راست و مسئله آقای منتظری آیت الله منتظری ما هم که قوم رفته بودیم رفته بودیم تو مرکز تحقیقات سیاسی ایدولوژی سپاه این مرکز که تو قوم بود وظیفهش این بودش که متون درسی سیاسی و عقیدتی سپاه رو تهیه کنه تقریبا به شما میتونم بگم که تمامی بچههایی که ما اونجا بودیم همه مدافع آیت الله منتظری بودن و اینا براشون این خیلی سخت بود من اگر اسم چند تا از دوستان بگم محمد جواد صاحبی مرشدی محمد نصر محمود نس عباس اماد الدین باقی حمزه اسماعیلی خودمونی همین آقای رسول جعفریان که تاریخ اسلام الان مینیمسه و کارشه ایشون هم یه مدتی اونجا بودش خب اینا دیدن این مرکزه نه از بچه ها خوششون میومد و نه از حاصل کاره این بچه ها متونی که بچه ها تهیه میکردن چه در مورد تاریخ سیاسی ایران چه در مورد تحولات ایران چه در مورد اسلام چیزایی که می نوشتن چیز با اینا جور در نمیاد ضمن اینکه این, این جناه راست سازمان که آقای محسن رضایی و آقای زلقدر و آقای نجات و اینا از قبل از انقلاب گروه منصور رو اینا با آیتول راستی ارتباط داشتن که آیتول راستی هم عضو جامعه مدرسین بود و جامعه مدرسین هم موازه راست داشت در مقابل چپ ها و مؤسسه در راه حقم که آقای مسبا بودش که عضو جامعه مدرسین بود ایشون هم موازه راست داشت اینا اومدن چیکار کردن ابتدا یک سری از بچه های سازمان که من تو همون جلسه سپاهی اسمشون هم گفتن بچه های سازمان جنای راست رو بردن تو همین مرکز تحقیقات با ما قاطی کردن و دعوا اونجا بالا گرفت یکی از دعوای های عمده همین بحث آقای منتظری بود و اینا میگفتن خیلی ساده میگفتن آقا اسلام باید اسلام رساله ای باشه و همه چی تو رساله هست دیگه شما یه رساله که برمیدارید میخونید همه ی مشکلات عالم تو این رساله اومده اسلام فقاهتی اسلام رساله هر مسئله‌ای که شما داشته باشید یا واجبه یا حرام یا مستحبه یا مکروه یا مباهه دیگه که خب ازشون میپرسیدیم این که نشد حل مسئله دعوای بند جیم و بود که اگه یادتون باشه آقای مشکینی و منتظری داده بودن و جامعه مدرسین و اینا صف وایسته بودن مخالف بودن و آقای آذری راست بودن مخالف بودن بحث قانون کار بود که احمد توکلی داده بود با راست راست بود علیه کارگرا بود دعوا سر همه اینا بود و تو تمام سپاه همه جا دعوا بود سر تو مرکز تحقیقات خب این دعوا بود و ما میدیدیم که اینا مفصل دارن علی آقای منتظری کار میکنن یعنی همون دعوایی که اینا تو سازمان داشتن کشونده بودن اینجا تو مرکز تحقیقات ما هم که قوم بودیم مرتب میرفتیم با آقای منتظری دیدار میکردیم صحبت میکردیم حرف میزدیم از نزدیک آشنا بودیم و این ارتباطات رو داشتیم اینا کار دیگه ای که کردن برای حل مسئله اومدن آقای محمود محمدی عراقی که دوماد آیت الله مصباح یزدی بود و ایشونو آوردن کردن مسئول مرکز تحقیقات سیاسی ایدولوژی سپاه و این آقا تمام ماهایی که طرفدارای آقای منتظری بودیم و به اصطلاح به لحاظ خط فکری سیاسی هم ضمن که عضو هیچ حزب گروهی نبودیم طیف چپ به شمار میرفتیم و از مرکز اخراج کرد ریخ همه بیرون پاکسازی کرد همه رو هر روزی یک کنم اما رو و اونجا رو تصویه کرد و خوش خدمتی کرد الان آقای محمدی عراقی شما میدونید بعدا شدش نماینده آقای خامنه ای ایشونو کردش نماینده خودش در سپا سالها نماینده ولی فقی در سپا بود بعد الان عضو مجلس خبرگان رهبریه و بعدم ایشون الان رئیس دفتر آیت الله رهبری در شهر قومه یعنی خیلی به خاطر خدماتی که کرد تو اون جریانات خیلی و اینا اومدن نیروهای جامعه مدرسین و نیروهای آقای مصباح یزدی رو هم تو مرکز تحقیقات آوردن و هم تو سپاه گستروندن تو نمایندگی ولی فقیه که تو این دوره فعالی بلی فرقی. بلی با این حال آقای گنجی حالا تمام این مسئله شما مطرح میکنید که این جناه راست در واقع تمام این کارا رو کرد و این ازل و نصف ها و چه در صفا و چه در جاهای دیگه ولی نهایتا آقای منتظری با رأی مجلس خبرگان قایم مقامی برگزیده شد بله فعالیت ها داشت صورت میگیره ببینید این فعالیت ها همزمان داره صورت میگیره اولا هیچ کسی جایگاه آقای منتظری رو به لحاظ فقهی به لحاظ سوابق سیاسی به لحاظ اینکه استاد همه اینا بوده از هیچ نظر نداشته هیچ کدوم اینا موقعی که همون اول انقلاب انتخابات مجلس خبرگان شد رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی آقای منتظری شدش اینو شما یادتونه و جایگاه ویژه خودش داشتش از زمان آقای بورجردی آقای منتظر جایگاه خودش داشت که آقای بورجردی کلی تاییدش کرده بود و خود خود آقای خمینی کلی تاییدش کرده بود و این نزاها ها در کشور بود بله در مجلس خبرگان هم اینطور نبود که ایشون مخالفت نداشته باشه ببینید کاری که صورت گرفت این بود آقای محسن رضایی که تو سازمان بود بعد که خاص بیاد تو سپاه خودش اینو شهر میده میگه من به من جواد منصوری مراجعه کردم اول جواد منصوری شد فرمانده سپاه موقتا چند ماه چند ماه هم دوزدوزانی شد گفتم چند ماه ابو شریف شد بعد مرتزا رضایی و بنی گذاشت میگه من به به جواد منصوری مراجعه کردم و گفتم که میخوام بیام از سپاه بشم گفت اونم استقبال کرد و گفت بیا برو بشو مسئول دفتر سیاسی سپاه محسن رضایی میگه نه من بهش گفتم که دفتر سیاسی نه من اصلا اومدم که میخوام اطلاعات سپاه رو تاسیس بکنم و ما باید برخورد بکنیم در سراسر کشور با این گروه ها گروه ها و اصلا شما یادتونه دیگه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که ساختن در هفته گروه که یکی شدن در رقابت با سازمان مجاهدین خلق که خب از قبل از انقلاب اسم اینا بود سازمان مجاهدین خلق اینا اسم خودشون رو گذاشتن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یک دعوای موقع شد که اونا گفتن اینا دارید اسم ما رو دارید میدوزید اصلا اینا اومده بودن محسن رزایی میگه من گفتم اومدم که اصلا برای این کار برای اینکه اطلاعات رو درست کنم خب موقع که آقای محسن رزایی رفت اطلاعات سپار رو درست کرد و شروع کردم به کار اینا تمام جاها رو شروع کردن به شخصیت ها رو پرونده درست کردن برای افراد پرونده درست کردم برای گروه ها پرونده درست کردن خود محسن رضایی تو دیداری که با بچه های اطلاعات داره ماجرا رو شهر میده میگه تو سال 63 دیگه ما کار تمام این گروه های مخالف رو ساخته بودیم حزب توده چریکای های فدایی مجاهدین دیگه همه رو سرکوب کرده بودیم تموم شده بود و سپا در سال 62 اطلاعات سپاه در سال 62 اینا رو موسنزایی میگه در اوج قدرت بود در کمال قدرت بود و خودش اینجا میگه میگه ما مثلا حزب تو که گرفته بودیم حتی رژیم شاناتی نسته بود نظامی های اینا رو بگیریم ما نظامی های اینا رو هم گرفتیم و همشون رو بردیم تو تلویزیون مصاحبه خب سوال بکنید خود آقای امویی که اون همه تو زمان شاه سابقه سیاسی داشت با رهبران حزب تودر و محسن رضایی اینا میارن پشت تلویزیون میشونن و امویی میزگرد و میگردنه چجوری یعنی با استدلال بود یعنی حسین شریعت مداری که شما الان میبینید که همه حرفایی که به هر کس میزنه همش تهمت و دروغ و ده 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 نمیرم تخریب و فهاشیه این رفته بود نشسته بود مثلا با احسان تبری که خودش برای خودش قولی بود بحث ایدولیجی کرده بود و مسلمان شده بود نه تو همین صحبت محسن رضایی خودش میگه میگه که ما این بله برای اعتراف گرفتن دوستان تعذیر از حاکم شهر میگرفتن تعذیر هم میشدن اینا خب کابل زدن به زندانیان آقای محسن رضایی اسمش گذاشته تعذیر شهری بسیار خب بعدن اون آقایون خودشون یادتونه دیگه هم کیانوری هم دیگر رهبران حزب توده بعدن دونه دونه گفتن که اینا رو به چه نب بدترین شکنجه رو کرده بودن که اون اعترافات رو ازشون گفتن خب آه. محسن رضایی فقط این کاری که نکردهش این اعتراض سپوری که را انداخته بود تو همون دعوای سپای تهران که سال جواب میشه تو اولین سال از محسن رضایی میپرسن آقا هدف اصلی شما چیه مسئولیت اصلی سپا چیه محسن رضایی میگه حفاظت طرف بهش میگه که یکی هم میگه آقا امام میگه مسئله اصلی ما جنگه ما باید بجنگیم اولویت اصلی کشور جنگ محسن رضایی میگه نه مسئولیت اصلی ما هدف اصلی ما حفاظته حفاظت چرا برای محسن رضایی مهم بودش محسن رضایی که مسئول اطلاعات اون موقع اصلا وزارت اطلاعاتی هم وجود نداشت کل اطلاعات کشور دست محسن رضایی بود غیر از یه چیز کوچیکی هم که تو نخست وزیری بود حفاظت شخصیت ها هم دادن به محسن رضایی خب یعنی دادم اینا گرفتن که میگه مسئله ما اصلی حفاظته موقعی که حفاظت شخصیت ها افتاد دست اینا برای تک تک شخصیت های سیاسی سی کشور اینا شروع کردن پرونده سازی درسته و نه تنها خود ب... طرف شما در اختیار اینا بود با محافظهاش زن و بچهش هم اینا میدیدن لذا برای هر کسی پرونده ساختن و این راهی بود برای نفوذ و سیطره خودشون قدرت خودشون چون علیه همه مدرک داشتن بسیار خب دا این... به عبارت دیگه آقای گنجی شما بحثتون اینه که به حال این جناه راست داخل سپاه از همون موقع اینا طرح و برنامه و استراتژی برای غصب یا قبضه قدرت به تمام و کمال داشتن حالا ما این به این مسائل هم برمیگردیم و میپردازیم ما تا اجازه بدیم برگردیم به خود جنگ و اون اعتراضاتی که در اون زمان میشد آیا به غیر از این مسائل سیاسی که شما مطرح کردید در مورد اینکه جنگ تموم بشه یا نه هم آیا این خواست هم عمومیت داشت من میدونم که شما بعد از فتح خرمشهر در واقع میخواستید که جنگ تموم بشه ولی بله آیا بقیه همفکرهای شما و معترضین هم همینو میخواستن؟ ببینید سپا که یک پارچه نبودش که سپا این محسن رضای اینا تزشون این بودش آقای هاشمی هم اینو میگفت تمامش هست از دیگه هر عملیاتی میگفت نه این آخر عملیاته حتی ما خودمون با آقای هاشمی رفتن جانی ملاقات کردیم میگفتش که انشالله این عملیات بعدی میکنیم آخرین عملیات و بعد این مسائل هم حل از اون بر بچه هایی که تو جیپ ها بیدن میدیدن میگفتن این با واقعیت های زمینی جور در نمیاد نمیخوره و اینا لذا کارشون رو با دروغ پیش میبردن مثلا شما فرض بفرمون موقعی که فاو و عراق پس گرفت هاشمی رفزنجانی با محسن رضایی تلفنی صحبت میکنه میگه هاشمی به اطلاع مطلع میشه حسن روحانی بهش اطلاع میده که فاو و عرق گرفته هاشمی زنگ میزنه به محسن رضایی که عراق فاو گرفته محسن رضایی میگه این دروغه عراق فقط و فقط میتونه با بمب اتمی بزنه فاو بگیره خب گرفته بودن و این آقا تو اوهام خودش زندیم که حرفی که بچه ها داشتن میزدن امثال شهید رستگار شهید بهمنی و دوستان دیگه داود کریمی اینا حرفشون این بود که آقا شما این نقشه جیپه رو میبینی بچه ها تو مثلا ما رفته بودیم مجلس کالک خورده بودن گذاشته بودن به من ها نشون میدادن میگفتن این وضع جیپه قرب کشوره این وضع جنوب کشوره بعض جپ های جنوب کشور یعنی رو نقشه نشون میدن چون اونجا دیگه راحت نشسته بودیم نماینده نشسته بودن تو زیر زمین خونه یکی از نماینده بودیم رو زمین راحت همه نشسته بودن بچه هم فرصت مفصل داشتن رو جپه نشون میدن ما چقدر نیرو داریم اون چقدر نیرو داریم ما چقدر امکانات داریم اون چقدر امکانات داره ما هیچ پشتیبانی نداریم عراق آه، آه، آمریکا شوروی فرانسه همه دارن بهش تجهیزات میدن و بچه میگفتن آقا اولا با این روش میشه نمیشه همون چیزی که آقای منتظری گفتش که حزب الله بودن و عملیات خرکی آقای منتظری ما رفته بودیم خدمتشون خدمت چون و وضعیت پر شهر میدادیم این گفت اینا خرکی به بچه ها میگن یالا برو جلو و اونورم عراق اینا رو میمنده به رگبار و همه بچه ها رو میکشه یه دفعه 4000 6000 نفر کشته میشن شهید میشن و عین عبارات آقای منتظری به این گفت من اخوند بچه طلبه ای که این تو دیدار خصوصی که داشتیم بکن که اصلا نه نظامی بودم نه جنگ میدونم چی هستش اگه به من میگفتن این 6000 هزار نفر رو که اینا به کشتن دادن راحت تر چیز میکردم گروه های چریکی میساختم اینجوری نمیفرستادم حتی این آقا معروف بود یکی از اینا حالا نمیخوام جزئیاتشو بگم تو جبهش میگفتن رنگ تپه آقا گنجی سوال من این بود که آیا یه خاتمه جنگ این که جنگ بعد از فتح خرمشهر تموم بشه در بین اون فرماندهان معترض عمومیت داشت یا اینکه فقط این نظر شما بود نکته رو دوستان معترض میگفتن که این روش ها و این را پیروزی در جنگ نیست و این وعده هایی که محسن رضایی و دیگر فرماندهان میدن که ما در جنگ یادتونه فر... وعده های اون موقع هم چجوری بود دیگه نه... فقط این نبود که پیروزی میگفتن ما عراق رو فتح میکنیم اونجا و حکومت اسلامی تشکیل میدیم و بچه هم گفته اصلا ما پیروزی در جنگی نخواهیم داشت این حرفی بود که گفته میشد بسیار خب آقای گنجی ما وقتمون تموم شد در این بخش و ما در بخش دوم این صحبت ها به این سال ها میپردازیم که یه دعوای درون سپاه یعنی در واقع انعکاس کامل جنگ قدرت دو جناه درون حاکمیت بود و اگر احیانا جناه مغلوب پیروز میشد، حاکم میشد. آیا تغییری در نوع نظام حکومتی ممکن بود حاصل بشه؟ و اینکه برنامه سپاهیان برای یعنی نقششون در حال و آینده ایران چیه این برنامهشون چیه اینو در بخش دوم میپرسم خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه در این بخش گفتگو آقای گنجی